بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیت طاهرین. یا الله، دیروز این قصه گاو بنی اسرائیل رو خوندیم. حالا معنای همین آیاتی که راجع به این قصه گاو بنی اسرائیل بود، المعنا هذه الآیات معطوفتون على ما تقدمها من الآیات الواردت فی البیان لنعم الله تعالی على بنی اسرائیل. این آیات که فرمود و از قال موسی لقومهی ان الله یأمرکم ان تذبحوا، این آیات عطف است بر اون چی که قبلا بود از آیاتی که وارد شده در بیان نعمت‌های خداوند بر بنی اسرائیل. اونجا داشت نعمت‌های خدا بر بنی اسرائیل رو بیان می‌کرد. یکی از نعمت‌های خودم همین داستان این گاوه با مقابلت حمله ها بالکفران و الاسیان، به اینکه بنی اسرائیل هم نعمت‌های خدا را همراه خدا لطف میکرد، اونا در عوضش معصیت میکردند. بله، دیروز من اون بس تو حرمم مطرح کردم، متاسفانه الان این علمای وهابی، این علماشون ها یعنی واقعا خیلی دارن خیانت میکنند، دارن الان هی سخنرانی میکنند و خطبه میخونند و مقاله مینویسند درباره این که صهیونیستا خلاصه آدمای خیلی خوبی هند، حقشونه که توی منطقه فلسطین باشن، فلسطینی هم ظالمند. مثلا اون آیه یا قوم ادخل الارض المقدسه التي كتب الله لكم، این آیه رو میخونن میگن که پس اصلا این سرزمین مال صهیونیست هست، اصلا خدا این حق رو به اونها داده، در حالی که اصلا معنای این آیه این نیست که خداوند این سرزمین رو بر اونها مقدر کرده یا قرار داده. این اولا یک زمان خاص را میفرماید، نه هر زمانی را. ثانیا این بنی اسرائیل غیر از این بنی اسرائیلی هم که الان ما داریم، اون بنی اسرائیلی بنی اسرائیلی هم که و من قوم موسا امتون یهدون بالحق و بهی یعدلون، اون بنی اسرائیل هند. نه این بنی اسرائیل، این دو تانده خلصه. حالا مقصود اینه که یعنی اینجور آیاتی که الان راجع به یهود و بنی اسرائیل، الان آدم این رو مطالعه کنه خیلی چیزای جالبی از مورد نیازم هستا. یکی از چیزایی که خیلی مورد نیازه اینه که تو قرآن فرق بگذارید بین آیاتی که کلمه یهود توش بکار رفته و کلماتی که بنی اسرائیل داره، اینو با هم فرق میکنه. یه جاهای قرآن مثلا یهود را نکوهش میکنه ولی بنی اسرائیل رو نکوهش نمیکنه، معلوم میشه اینا دوتاست. و اینایی که ما امروز باشون سر و کار داریم یهودند، صهیونیستند. خلاصه اینو با هم فرق میکنه. فقال، خداوند فرمود بذکرو ایزن من نکسکم میثاقی، یاد بیاورید که شما پیمان من را شکستید. الذی اخذته علیکم بالطاعه، اون میثاقی که بر شما گرفته بودم بالطاعه، میثاق به اطاعت. حالا اینم باز عرض بکنم، این خاخام ها اینها معمولا هر چیزی را که تسبیب بکنند، یهودی ها اینا رو میگن وحیه، وحی میدونند و این را تو تلمود می نویسند و
هر چیزی رو که اینا تثبیت بکنند حتی اگر که خلاف تورات باشه مقدمه براشون. به عنوان مثال مثلا فرض کنید که تو تورات به عیسی و به مریم اینا توهین شده، توی انجیل به یهودی ها توهین شده، همین انجیل موجود ها، یعنی تو متن کتاب مقدس اونا به اینا و تو کتاب اینا به اونا توهین شده، ولی وقتی اینا خواستن اسرائیل رو درست بکنند خاخاما تصویب کردند که مسیحی ها عیبی ندارند برخلاف کتاب مقدس، به اینا الان وحی میدونند. نه گفتم مثلا یه بنی اسرائیل دیگری غیر از اینا من سر هستن، حالا نمیخوام بگم کجا هستن، جا هستن خیلی خوب. میثاقم عرض بکنم، ببینید ما شیعه ها الان مثلا من با شما قدر مشترکمون در کجاست؟ در قدیر و ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام. این مشیه ها قدر مشترک ما اینه. دوتا مسلمان مثلا برسه، حالا یک شیعه با یک سنی قدر مشترکشون در چیه؟ در اون پیمان و اخوتی که رسول خدا در مدینه انجام داد، اون میشه میثاق تشیع، این میشود میثاق اسلام. یه میثاقی میثاق یهوده، یه میثاقی میثاق مسیحیت. مثلا میثاق مسیحیت چیه؟ اشاعه ربانی، آخرین شام عیسی علیه السلام با حواریون، اینو میگن میثاق یهود. این مسیحیت. میثاق یهود چیه؟ میثاق یهود پیمانی که موسی علیه السلام در کوه طور داشت. هر دینی برای خودش یک میثاق داره، مثلا میثاق تشیع، میثاق اسلام، میثاق مسیحیت، میثاق یهودیت. یا مثلا فرض کنید الان تو مثلا هندوها یا بودایی ها میثاق داره، مثلا فرض کنید این که آقای بودا زیر اون درخته توی شهر بنارس مثلا اونجا چه کار کرد؟ یه گاوی اومد به شیر داد، اینه مثلا میثاق دین اوناست، چون گاوه مثلا گاوه ماده بود و لذا برای اونا گاوه ماده مقدسه، گاوه نر هم چوب میخوره، چوب باید بهش بزنی. اینا میگن میثاق تو هر دینی هست. میثاق یلذی اخذته علیکم بالطاعت، میثاق به اطاعت. از قال موسی لقومه، موسی به قوم خودش فرمود ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره، خدا امر کرده گاوی را بکشید. قالوا اتتخذنا هزوا، ما را مسخره گرفتی. قال قوم موسی له، قوم موسی به موسی گفتند اتسخروا بنا، مسخره کردی ما را. حیث سالناک عن القتیل فتامرنا بالذبح بقره، ما گفتیم این بابا رو کی کشته؟ شما میگویید که برید یک گاوی بکشید. این مسخره این بود. و اینما قالو ذالک، گفتن ما رو مسخره کردی. لتباعد ما بین الامرین فی الظاهر، به خاطر اینکه ظاهر قضیه اینه که این آدم کشته شده، چه ربطی داره میگه حالا ما یک گاو بکشیم؟ بستر اینه که این بابا رو زنده بکنیم، تو میگی که اون گاو رو بکشید بمیرونید، این زده هم. مع جهلهم به وجه الحکمت فیما امرهم بهی، با جهل بنی اسرائیل بین که علت و حکمت این کار چی بوده که امرشون کرد که گاو را بکشید. لأن موسی علیه السلام امرهم به ذبح، موسی گفت که گاو را بکشید. بلم یبین لهم ان الذبح لأی معنا، نگفت که این کشتن به خاطر چیه.
فقالو بنی اسرائیل گفتن ایو اتصال لذبه البقره به ما ترافعنا فیه الیک. چه ربطی داره این دوتا؟ ما میگیم که اینو کشته، شما میگویی اونو بکشید. چه ارتباطی هست با ذبح بقره به اون چیزی که ما دعوا آوردیم پیش تو که میگیم قاتل کیه؟ فهازا استهزا اون بنا، این مسخره کردن ماست. حضرت موسی علیه السلام فرمود که قال اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین، ای معاذ الله، پناه به خدا ان اکون من المستهزئین، این که من مسخره کننده باشم. و انما قال من الجاهلین، این کلمه من الجاهلین را فرمود لیدل علی ان الاستهزاء لا یستر الا عن جاهلین، فقط آدم جاهلی که دیگران را مسخره میکند. چرا آدمای نادون مسخره میکنند؟ فإن من استهزأ بغيره، کسی که دیگری را مسخره میکنه، لا یخلو اما ان یستهزأ بخلقته او بفعل من افعاله. کسی که یکی را مسخره میکنه یا میگه قیافش چنین و چنان است مسخرش میکنی، اون بیچاره که قیافش دست خودش نبوده که، این که دیگه مسخره کردن نداره. یا به خاطر کاری از کارهاشه که چون اون کارو کرد دارید مسخرش میکنید. فعمل خلقتو، اگه مثلا میگید این قیافش اینجوره، دماغش اینجوره، پاش اونجوریه، فلا معنا للاستهزاء بها، کار خداست، کار این که نیست که، خودش که خودشو نیافریده که مسخرش کنید. و اما الفعل، اگر یک کسی یک کاری کرده، مثلا برسانه حالا اینجوری قضا خورد یا فلان کار رو انجام داد، سریع این اگر مسخرش میکنید، فا این کان قبیحا فالواجب ان ينبه فاعله على قبحه لينزجر عنه. کسی که کار بد کرده که نباید مسخرش کرد، باید نهی از منکرش کرد، بهش بگید آقا این کار نکو، کار بدیه. فیضا کان قبیحا فالواجب ان ينبه فاعله على قبحه، فاعلش باید تنبیهش کنیم به قبح فعلش، لینزجر عنه، تا دوری کن از اون کار. فاما ان یستهزع به فلا، کسی کار بد کرده مسخرش نباید بکنید، باید نهی از منکرش کنید. فل استهزاء علی هذا یکون کبیرتا، مسخره کردن گناه کبیر است. چی؟ اونو از باب چیز دیگه تو مختصر و متولی نمیگم، اینه از باب مشاکله است، از باب مشاکله. خدا هیچ وقت کسی رو مسخره نمی کنه. یا اینکه حضرت نوح علیه السلام فرمود که این تسخرون من نافعنا نسخرون من کم کما تسخرون، پیغمبر خدا که کسی رو مسخره نمی کنه. این که می فرمود که اگه ما رو مسخره می کنیم، ما یه روز مسخره می کنیم، این از باب مشاکل است. مشاکل اینها، حضرت عیسی علیه السلام گفت که تعلم ما فی نفسی بلا اعلم ما فی نفسک، خدای تو از دل من خبر داری، من از دل تو خبر ندارم. خدا دل داره یا نداره؟ نداره دیگه، خدا که نفس نداره، دل نداره. اما چون گفت که خدایا تو از دل من بخبری، میگیم ما از دل تو بخبریم، اما خدا دل نداره دا، مشاکل سینا. یه وقتی مهمان خونه ما بود، من داشتم باش صحبت میکردم، یه میوه هم جلوش گذاشته بودیم، بعد بهش گفتم که آقا شما بخور، شنیدن با خوردن که منافات نداره، تو بخور و گوش بده. گفت نه، همینایی که دارم میخورم بهتره. اینه که میخورم یعنی چی؟ یعنی اونه که میشنبم. سلام علیکم. اینجا الان خوردن به معنی شنیدنه، ولی اسباب چی؟ مشاکله. نه اینکه من گفتم بخور، میگه اینه که دارم میخورم، با اینکه باید بگه اینه که دارم میشنبم.
این مشاکل است. الله یستهزئ بهم چیه؟ مشاکله. مکرو و مکر الله از باب مشاکل است. یخادعون الله و هو خادعهم، این از باب مشاکل است. بله خدا که خوده نمیزنه به کسی. نه، این که اصلا این دوتا رو یکی گرفته، استهزا و تمسخر هر دو رو به یه معنا گرفته، هر دو رو یکی گرفته. فل استهزا و علی هذا یکون کبیرتن، مسخره کردن گناه کبیر است. لا یقع او الا ان جاهل بهی، واقع نمی شود مگر از کسی که جاهل است به این که استهزا معصیته. او محتاج الی، یا کسی که احتیاج داره به تمسخر. متاسفانه گاهی وقت آدم میبینه حتی بزرگان ها مسخره میکنند و یکی رو مثلا مسخره میکنند. به هر حال، فإذا قیل لما امروا بذبح البقرة دون غیرها، اگر کسی بگه چرا اونا مأمور شدن به اینکه بقره را ذبح کنن، نه شتر، نه گوسفند. فقط قیل فیه، علتش اینه گفته شده اینکه لأنها من جنس ما عبدوه من العجل. چرا نگفتن که مثلا یک شتر قربانی کنید یا یک گوسفند؟ گفتن گاو، چون بنی اسرائیل گاو را میپرستیدند. حالا خدا میفرماید که گاو را ذبح بکنید که اینا بفهمند که گاو مقدس نیست، گاو میشه سرشو برید. یعنی خواست در واقع رقم انفشونا که گاو که برشون مقدسه و همینو بکشید، که یاد بگیرند که گاو را نپرستند. چون گاو من جنس ما عبدوه من العجل، از جنس همون گوسالیه که میپرستیدند. لیهون اندهم ما کانو یرونه من تعظیمه، تا سبک بشه، راحت بشه براشون اون چه که تعظیم گاو میشمردند. یعنی این چیزی رو که مقدس میشمردند تقدسش بیفته، بیاد پایین. فیزول ما کان فی نفوسهم من عبادتهی، این که تو دلشون این بود که گاو مهمه و عبادتش مهمه، این ازشون از بین بره. و انما احیا الله القتیل به قتل حین، خدا میخواد بگوید که اگه اون مرده میخواد زنده بشه، یه زنده باید بمیره. اون مرده میخواد زنده بشه، این گاوه که زنده است باید بمیره. و خدا زنده کرد مرده را به مردن یه زنده. حال اون مال بعدشه، اون مال بعدشه، ولی فعلا که این بابا مرده است، میگیم این زنده رو بمیرونی تو اون مرده زنده بشه. احیا الله القتیل به قتل حین، لیکون ازهر لقدرتی فی اختراع الاشیاء من ازداده ها. نه اینکه مرده رو با مرده ها، مرده رو چجوری زنده کنیم؟ به اینکه یه زنده ای رو بمیرونیم، یه زنده ای رو بمیرانیم تا یک مرده ای زنده شود. خدا با زد دیگر رو انجام میده. قدرت خدا. فلما علموا ان ذبح البقره فرض من الله، وقتی فهمیدن که این دستور خداست که گاو را بکشید، حالا که فهمیدن خدا دستور داده، سألوا عنها، گفتن حالا این گاوه چه گاویه؟ فبدأوا بسنها، اول گفتن سنش چند سال باشه. فقالوا ادعوا لنا ربک، ادعوا لنا ربک یعنی سل من اجلنا ربک، سوال کن به خاطر ما از خدای خودت. یبین لنا ماهیه، خدا بر ما بیان کنه که این گاوه چند سالشه.
بلم یظهر فی السؤال ان المسئول عنه سن البقره. از خود سوال معلومه که اینو چی سوال کردن، از جواب معلومه چی سوال کردن. اینو بنی اسرائیل به موسی گفتن که ادعو لنا ربک ماهیه. این ماهیه معنیش نیست که یعنی سنش چند ساله که، این ماهیه یعنی فقط به خدا بگو چیست آن، چیست آن، شاید گاوه، گوسفنده، یا سنشه یا رنگشه. یعنی سوال ابهام داره، اما از جواب سوال معلوم میشه که سوال چی بوده. معلوم نیست تو سوال که مسئول عن سن گاو بوده، و این نما ظهر ذلک فی الجواب، ولی از جواب معلوم میشه. قال موسی علیه السلام، حضرت موسی فرمود انه یقول، یعنی خدا از اسمه می فرماید انها بقرتون لا فارزون ولا بکر. سنش گفتی چند سال سنش اینه، اون یه گاویه که نه پیره نه خیلی هم جوانه. ای لیست به کبیرتین هرمه، هرمه پیر فرسوده فرتوت نیست، ولا صغیره، صغیرم نیست. ابانون بین ذالک، حد وسط است بین صغیره و کبیره. و هیه اقبا ما یکونو و احسن من البقره و دواب. گاوی که حد وسط باشه سنش، نه بچه نه پیر، این بهترین گاوه. و هیه اقبا ما یکون، بهترین گاوه که میشه باشه، و احسن و بهترین نیکوتره. من البقره و دواب، تو گاوها و تو چارپاها همیشه اونی که نه بچه است و نه پیره اون بهترینه. ان ابن عباس، ابن عباس اینجوری گفته. بقیل بستون بلدت بطنن او بطنین. ابانون بین ذالک منش اینه ها، که یعنی یه بار یا دو بار زاییده. قیله، بعضی گفتن ابانون بین ذالک یعنی بستون، حد بستیه که بلدت بطنن او بطنن یه بار یا دو بار زاییده. ان مجاهد، مجاهد اینو گفته. ففعلو ما تومرون، ففعلو ما تومرون ای ازبهو ما امرتون به زبه، به زبههی، اینی که گفتیم انجام بدید انجام بدید. فلما بیان سبحانه سن البقره، حالی که خدا سن این گاو رو بیان کرد، سألو ان لونه ها، گفته حالا رنگش چجوری باشه. قالود او لنا ربک یبین لنا ما لونه ها، رنگش چجوری باشه. ای سل ربک، از خدایت بخواه، یبین لنا ما لون البقره تلتی امرنا به زبه ها، رنگ این گاوه چجوری باشه. قال موسی علیه السلام فرمود که انه سبحانه و تعالی، خداوند یقول انها بقرتون صفرا، این یه گاویه که رنگش زرده. حتی قرنها و زلفها، یا حتی قرنها و زلفها، حتی شاخاش هم زرده، سومش هم زرده. از فران شاخش به سومش اینم زردند. ان الحسن و سعید ابن جبیر، این دو نفر اینطوری گفتن، گفتن که کلش حتی شاخش هم مثل زرد. فاق اون لونها، رنگش هم خیلی شدید زرده. ای شدیدتون صفرتون لونها، شدید است این زردی رنگش. و قیل خالص و صفره، فاق اون لونها، بعضی گفتن منش اینه که یعنی خالص زرده، مثلا یه دونه موی جور دیگه نداره. و قیل بله و قیل خالص و صفره، و قیل حسن و صفرته، زردیش زیباست. و قوله تسر و ناظرین، تسر و ناظرین ای تعجب و ناظرین و تفره هم به حسنها،
نگاه کننده ها رو به شگفتی در می آورد و خلاصه فرح به اونها می دهد به زیباییش. یعنی در واقع می خواد بگه که از رنگ زرد فرح آوره، شادی آوره. همون صفرا بن اما قتاده و غیره ها، قتاده و غیرش اینو گفتن. و روی عن صادق علیه السلام از امام صادق نقل شده انه قال، فرمود من لبس نعلم صفرا، هر کسی که نعلین زرد بپوشد لم یزل مسرورن، همیشه شادمانه، حتی یبلیه ها، تا اینکه این کفشا دیگه کهنه بشه. یعنی تا کفشی زرد پوشیده خلاصه شادمانه. کما قال الله تعالی صفرا اون فاق اون لونها تسر ناظرین. یعنی امام استشهاد کرد به این آیه شریفه. بلما بیان سبحانه سن البقره و لونها، بعد از اینکه خدا سن گاو رو بیان کرد، فرمود جوان باشه، رنگش رو هم بیان کرد، حالا سألو ام صفاتها، گفتن حالا صفات گاو چجور باشه. فقالو بنی اسرائیل گفتن یا موسی ادعو لنا ربک یبین لنا ماهیه، از خدا بخواه که بیان کنه که این گاوه چجوری باشه. ای ام من الابامل ام من السبائم، به خدا بگو که این گاوه چجوری باشه، ابامل باشه یا سبائم. ابامل یعنی کارگرا، یعنی یعنی گاوی که کار میکنه، آب میبره، بار میبره، خیش میزنه. عوامل کارگر باشه. امن سبائم سائمه، اونی که نه فقط همی میخورد و کارم نمیکنه. ان البقر تشابه علینا، گاو بر ما مشتبه شده. ای اشتبه علینا صفت البقر تلتی امرن الله به ذبحه ها، صفت این گاوی که خدا فرموده ذبحش کنی بر ما مشتبهه. و انا انشاءالله لمهتدون، اگه خدا بخواد انشاءالله ما هدایت میشیم و انجام خواهیم داد. لمهتدون الى صفت البقرته، هدایت میشیم میفهمیم که صفت گاو چجوریه. به تعریف الله یانا، به اینکه خدا اون گاو را بر ما توضیح بده. و به ما یشاؤه لنا من اللطف و زیادت فی البیان، ما هدایت میشویم به اون چه که خدا میخواهد که لطف و زیادی بیان بکنه، یعنی خدا لطف کنه توضیح بیشتر بده تا ما انشاءالله هدایت بشیم بفهمیم گاو چی چیه. آره بله، نه خصوصیت نداره، تنبع در تعبیر. و ربا ابن جریج و قتاده ان ابن عباس، این آقای ابن جریج و قتاده که هر دو جزء مفسرین تابعینند، مفسرین تابعین از ابن عباس که از مفسرین صحابه است، نقل کردن ان نبی صلی الله علیه و آله انهم امروا به ادنا بقرتن، خدا اول به شو گفته بهم یه گاوی همین سر کوچه همینجا، هر یه گاوی نزدیکترین گاو دم دست ترین گاو رو پیدا کنی سرشو ببرید. ادنا بقره یعنی نزدیکترین، در دست رست ترین. ولیکنهم لما شددوا علی انفسهم، وقتی اینا هی سوال کردن خودم سخت گرفت، وقتی سخت گرفتن بر خودشون شدد الله علیهم، خدا هم برشون سخت گرفت. این شبیه اینه که پیغمبر خدا دستور داد به حج، فرمود حج انجام بده، یکی بلند شد گفت که یا رسول الله هر سال یا همین امسال؟ پیغمبر فرمود برای چی این سوال کردی؟ خب حالا که این سوال کردی اگر من بگویم هر سال و هر سال براتون واجب میشه، یعنی همین
سخت میگیری، خدا هم سخت میگیره بر شما. لکنهم لما شددوا علی انفسهم شدد الله علیهم. و ایم الله، به خدا قسم، ایم الله، لولم یستثنوا ما بینت لهم الی آخر الابد. اگه این انشاءالله رو نگفته بودند، نه که بوده انا انشاءالله لمهتدون، لولم یستثنوا، اگر انشاءالله رو نگفته بودند، اگه انشاءالله نگفته بودند، ما بینت لهم الی آخر الابد، هرگز خدا بیان نمیکرد و هرگز اینا هدایت نمیشدند. ولی چون انشاءالله گفتن، گفتن انشاءالله من مهتدون، خودم هدایتشون کرد. قال، یعنی حضرت موسی علیه السلام فرمود، انه، یعنی خداوند، یقول، خدا میگوید، انها بقرتون، اون یک گاویه که ای البقرت التی امرتون به ذبحها، اون بقره‌ای که شما امر شدید به ذبحش، لا ذلولون تسیر الارض، لا ذلولون تسیر الارض، نه تو غیرون، نه اینکه رام است که زمین شخم زده باشه، ای لم یذللها العمل، کار او را رام نکرده، به اثارت الارض، به ازلافها، به این که شخم بزند زمین را با اون خیشهای خودش، بلا تسخل هرس، بلا این که آب آورده، گاوی هم نیست که آب بیاره، که میرن از رودخونه با گاو آب بیارند، ای لا یستقا علیها الماء، نه این که آب بیاورند با این گاو برای سقی زراعت، که با همین گفتم خورجینه میانداختن روی گاو میرفتن باش آب میآوردن، خلاصه این نه زمینش خیش زده و نه آبی آورده، مسلمتون ای بریعتون من العیوب، هیچ عیبی هم نداره، بله، ام قتاده و عطا، این دو نفر که باز اینم جز مفسرین تابعینند، و قیل مسلمتون منش، مسلمتون من شیعته، مسلمت یعنی بری است از شیعه، اون لا شیعت فیها، لا شیعه، یعنی لیس لها لون یخالف لونها، رنگ دیگه نداره، این همون زرد خالصه، هیچ رنگ دیگه نداره، ان مجاهد، مجاهد اینو گفته، و قیل سلیمتون من آثار العمل، سلیم است نه یعنی که رنگ دیگه نداره، نه، سالم از این که هیچ نشانه‌ای که کار کرده باشه نداره، سالم است از نشانه های کار، لأن ما کان من العوامل، اون گاوهایی که کارگرند، گاوهایی که کارگرند، لا یخلو من آثار العمل فی قبائمه و بدنه، این مثلا فرضاً این جای گردنش، خب زخم معمولا دیگه به خاطر اون خیشی که بهش میبندن فشار میاد به گردنش، خالی نیست از آثار عمل در قوائمش، در دست و پاهاش و بدنش، گردنش، و قال الحسن، حسن بصری گفته مسلمتون یعنی انها کانت وحشیه، یه گاوه وحشیست، گفت که وحشی باشه خب کار نمی کنه دیگه، چون رام نیست، لاشیتفیها، قال اهل اللغت، اهل لغت گفتن لاشیتفیها یعنی لا بزح فیها یخالف لون جلدها، یعنی عیبی در اون نیست که مخالف رنگ پوستش باشه، مثلا مثل گری و اینجور چیزا پیسی اینا نداره، و قیل لا لون فیها سبا لونها، هیچ رنگی غیر از این رنگ که دارد رنگ دیگری ندارد، ان قتاده و مجاهد، این دو نفر اینجوری معنا کردند.
اینو الان میرسیم یه بحث اصولی میخواد مطرح بکنه درباره تأخیر بیان از وقت حاجت. همینو میخواد بگه که حالا خواهیم گفتن این که هر سوالی میکردن خدا سخت‌تر میگرفت، تکلیف داره عوض میشه، تغییر تکلیفه، نه متکلیف اولو. اول یه تکلیفی داشتن به ذبح مطلق بقره، وقتی سوال کرد تکلیف عوض شد، دوباره که سوال کرد تکلیف عوض شد. اینجوری الان خودش خب این حالا همون بحث اصول فقه دیه، تأخیر بیان از وقت حاجت، یه همون بحثه. سنی ها میگن اشکال دارد، شیعه ها میگن تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح نیست، تأخیر بیان از وقت عمل قبیحه. تأخیر بیان از وقت خطاب که هیچ اشکال نداره، از وقت حاجت هم که میخواد بفهمه اینم هیچ اشکال نداره، از وقت عمل نباید تأخیر بشه. قول الان جئت بالحق، گفتن حالا دیگه حقو گفتی. ای زهر لنا الحق الان، حق الان بر ما روشن شد. و هی بقره تو فلان، فهمیدیم که گاب فلان ابن فلان رو باید بخریم سر ببریم. و هازا یدل علا انهم جربزو، این دلالت میکنه بر اینکه اونها جایز میدانستن. انه قبل ذالک لم یجع بالحق علی تفصیل، معنیش اینه که یعنی ای موسا تو اول حق رو با همه خردریزاش بیان نکردی، یعنی اول به صورت کلی به صورت مطلق بیان کردی. و انما اتا بهی علی وجه الجمله، اول فقط هم مجمل گفتی یه گاوی بکشید، علی وجه جمله یعنی مجمل. و قال قتاده، قتاده گفته الان جئت بالحق، یعنی الان بیانت الحق، حالا حق رو بیان کردی، حالا حق رو بیان کردی، یعنی تا حالا بنی اسرائیل تو موسا شک داشتن، حالا گفتن دیگه حق رو گفتی. و هازا یدل علی انه کان فیه من یشک فی ان موسا علیه السلام ما بیان الحق. شاهده اینه که یعنی تو بنی اسرائیل یه آدمایی بود که میگفتن موسی تا حالا حقو نگفته، بعد گفتن حالا حقو گفتی. چی؟ نه این دلیل نمیشه. اولا اون احتمال داره که با ما هو علال غیب بزنین، معنیش این باشه یعنی پیغمبر بعضی چیزها رو برای مردم نمیگوید از باب این که میگه این مردم لایق اون حکمت نیستند، که تو روایات هم هست که اگر که حکمت را به هر کسی بگویید به حکمت ظلم کرده اید، هر چیزی رو براشون نگید. و این آیه می فرمود که نه پیغمبر اینجوری نیست. خیلی خوب، اگر که بگیم که از اول تا آخر یه تکلیف برای بنی اسرائیل بود، خب میگیم که یعنی از اول حق و بیان نکرده بود، حالا حق و بیان کرد. ولی اگر که بگوییم که نه هی تکلیف داره عوض میشه، اول تکلیف این بود که یک گاوی، بعد تکلیف این شد که یک گاوی که جوانه، نه بچه است نه پیره، بعد دوباره تکلیف دیگر این شد که یک گاو جوانی که زرد باشه، بعد دوباره تکلیف شد که یک گاو جوان زرد کار نکرده، تکلیف ها عوض میشد. اگه این باشه موسی از اول تکلیف رو بیان کرده، بعد دوباره تکلیف عوض شد، دوباره بیان کرد، دوباره تکلیف عوض شد. قولشون درست بود یا نه؟ اگه درست بود که خدا نقل کرده، اگه درست نبود که نبود نبود نبود. حالا اون مرتی من بلد نیستم. آره دیگه، هر حال خب اونا
حرفشون بی خود بود، اما اینکه خدا داره نقل میکنه برای ما که یه عبرت بشه برای ماها. خیلی خوب. فذبحوها یعنی ذبح کردن گاو را، علام و امرو بهی، همون جوری که بهشون تکلیف شده بود، و ما کادو یفعلون، نزدیکم نبود، امیدی نبود که اینا خلاصه حرف بشنوند و عمل بکنند. ای قروب الله یفعلو ذلک، خیلی نزدیک بود که این کار را نکنند، یعنی مثلا 90% این بود که بنی اسرائیل این کار را نمی کنند، ولی خب آخرش کردن این کارو. چرا این کارو نمیخواستن بکنن؟ مخافت اشتهار فضیحت القاتل، میگفتن که خب این کارو بکنیم قاتل معلوم میشه آبروش میره. و قیل کادو لا یفعلون ذلک لغلاء ثمنها، بعضی هم میگفتن که اینا نمیخواستن انجام بدن چون میگفتن پولش خیلی زیاده. مگه پول گاوه چقدر بوده؟ فقط حکی عن ابن عباس انهم اشتروها بملء جلدها ذهبا من مال المقتول، گاوو خریدن به پر کردن پوست گاو طلا از مال مقتول، چون گفته بودیم اون مقتول آدم مصری بود، پولدار بود. و عن سدی به وزنها 10 مرات ذهبا، آقای سدی گفته است که قیمت گاوی بود، گفته بود که 10 بار پوست گاو را پر از طلا بکنید بهم بدهید. قال اکرمه، بله اگه قوم قضایی حالا بود میگرفت به من مفاسد اقتصادی ادامش میکرد. قال اکرمه ما کان ثمنها الا 3 دنانیر، قیمت گاوه 3 دینار بود، اما گاوه رو به چقدر فروخت؟ به 10 بار پوستش رو پر طلا بکنند. خیلی خوب، این تا اینجا تمام شد. حالا و نذکرها هنا فصلا موجزا ینجذب الی الکلام فی اصول الفقه، حالا اینجا یه توضیح میخوایم راجع به این آیات بدیم که مربوطه به اصول فقه، ینجذب کشیده میشه به بحث در اصول فقه. راجع به همین آیات، اختلاف العلماء فی هذه الآیات، علما درباره این آیات اختلاف دارن که فمنهم من ذهب الى ان تکلیف فیها متغایر، یعنی 4 تا تکلیف بودن، اول یه چیز بود اینو اعتراض کردن یه چیز دیگه تکلیف شد، دوباره یه چیز دیگه. بعضی علما میگوین تکلیف توی این آیات متغایره، یعنی هی تکلیف داشت عوض میشد. و انهم لما قیل لهم اذبحوا بقرتن، وقتی خدا به این بنی اسرائیل فرمود یک گاوی ذبح بکنید، یعنی یک گاوی، هر گاوی شد، هر گاوی، لم یکن المراد منهم، مراد خدا از این بنی اسرائیل نبود الا ذبح ای بقرتن شاو، هر گاوی میخوان ذبح بکنند، من غیر تعیین به صفتن، هر جور میخواد باشه. ولو انهم ذبحوا ای بقره، اگر هر گاوی سر میبریدن، اتفقت لهم ای بقرتن، اتفقت لهم، اگر هر گاوی برشون پیش میومد سرشون میبریدن، کانو قدم تسلو الامره، تکلیف را عمل کرده بودند. فلما لم یفعلو، وقتی این تکلیف را عمل نکردند، مصلحت این شد که خدا یه تکلیف دیگر بیاورد. فلما لم یفعلو کان المصلحتو ان یشدد علیهم التکلیف، مصلحت این شد که خدا تکلیف را برشون سخت کنه. همین خودش حالا خواهد گفت، میگه الان. ولما راجعوا المرة الثانية، و وقتی که دوباره اینو اومدن اشکال کردن، گفتن حالا سنش چقدر، رنگش چقدر، تغیرت مصلحتهم الى تکلیف ثالثه، حالا که سوال کردن مصلحت عوض شد، وقتی مصلحت عوض شد حکم خدا عوض شد به تکلیف سوم، دوباره اشکال کردن. ثم اختلف هؤلاء من وجه آخر،
اومدن گفتن که مثلا صفتش چجوری باشه. فمن هم من قال فی تکلیف الاخیر، بعضی ها گفتن در تکلیف اخیر، من هم من قال یعنی من العلماء نه من بنی اسرائیل، بعضی از علما گفتن تکلیف اخیر یجب ان یکون مستوفیا لکل صفت تقدمت. اول خدا فرمود گاو، بعد فرمود جوان باشه. این جوانه همون گاو است و جوان جوانه. بعد فرمود که مثلا زرد باشه. این زرده هم گاو است هم جوان است هم زرده. بعد فرمود که صائمه باشه. این صائمه یعنی هم گاوه هم جوانه هم زرده هم صائمه است. یعنی هر تکلیفی صفات قبلی رو دارد با یک اضافه ای. بعضی گفتن تکلیف اخیر، هر تکلیف آخری، یجب ان یکون مستوفیا لکل صفت تقدمت، با صفات قبلی رو داشته باشه. فعلا هازن قول یکون تکلیف ثانی و ثالث زم تکلیف الى تکلیف. اولی گاو بود، دومی گاو و سن جوان، سومی گاو و سن جوان به اضافه رنگ، هی تکلیف به اضافه تکلیف. زیادتن فی تشدید علیهم لما فیه من المصلحه، هی سخت میشد به خاطر مصلحتی که درش بود. و من هم من قال، بعضی از علما گفتن انه یجب ان یکون به صفت الاخیره فقط دون ما تقدم. بعضی هم گفتن که نه، ببینید هر تکلیفی دست برداشتن از تکلیف اوله. اولی این بود که گاو باشه، دومی این بود که جوان، جوان یعنی دیگه حالا میخواد گاو باشه یا شتر باشه یا گوسفند. بعد سومی اینه که زرد باشه، زرد باشه یعنی چه گاو باشه چه غیر گاو، چه جوان باشد چه نباشد ولی زرد باشه. چهارم اینه که کار نکرده باشه، کار نکرده باشه یعنی میخواد زرد باشه میخواد نباشه. هر تکلیفی دست برداشتن از قبلیه. و من هم من قال انه یجوز ان یکون به صفت الاخیره فقط، جایزه فقط همون صفت آخریه داشته باشه، دون ما تقدم نه اون صفات قبلی. و علا هازن قول یکون تکلیف ثانی نسخا للاول، دومی نسخ اولیه، سومی نسخ دومه، چهارمی نسخ سومه، و تکلیف ثالث نسخ ثانی. و قد جوز نسخ شی قبل الفعل، این خودش یه بحث اصول فقه، تو اصول فقه بحث میکنن که آیا میشود یه تکلیفی قبل از عمل شدن نسخ بشود یا جایز نیست. نسخ تکلیف قبل از عمل جایز یا نه؟ بعضی ها جایز دانستن نسخ هر چیزی را قبل از عمل. لأن المصلحه یجوز ان تتغیر بعد فوات وقتهی، چون مصلحت جایز است تغییر بکند بعد از فوت وقت عمل. مثلا یک کاری مصلحتی توش اما مردم انجام ندادن، وقتم گذشت تکلیفم عوض میشه. کجا؟ از کجا؟ کسی که میگه هر تکلیفی قبل از عمل هم ممکن است نسخ بشود، میگه تکلیف گاب بود عمل نکردید، گفتیم یه جوان را سر ببرید، حالا جوان گوسفند یه جوان، خب حالا شما به کی اشکال دارید؟ خب به کی؟ گفتیم اول گفتیم بقره، حالا که انجام ندیدیم میگیم که این، نه انجام ندیدیم میگیم، یعنی ضرورت نداره که اون. خب بله، اما وقت تو دوم و سوم دیگه نداره، نه تو بعدیش، توی یه اونجایی که مثلا میاد فرض کنید که کارشو میخواد بگه، اینجا که نگفتیست که بقره. بله
خب میگم به کی اشکال دارید؟ این اول بفرمایید. بله خواهمی قیله تو اصول فقه میگوید بعضی هم میگن که هیچ تکلیفی تا زمان عملش نرسه و بهش عمل نشه قابل نسخ نیست، بعضی هم میگن هست. خودمون هم داریم دیگه، مثلا خودم اگر که نفرمید که هر کی میخواد با پیغمبر نجوا کنه صدقه بده، بعدم قبل از اینکه مردم این کارو بکنن فقط امیرالمومنین علیه السلام انجام داد، آیه نسخ شد. همینه دیگه، که این آیه نسخ شد قبل از اینکه مردم عمل بکنن، ولی زای آیه رو فقط و فقط حضرت علی عمل کرده، احدی عمل نکرده. تکلیفی که قبل از اینکه مردم بهش عمل بکنند نسخ شد. مثالای دیگه هم داره دام، ولی حالا اونشون بیشتر مال سنی یا سال عمر نمیگم. فرمایش شما اینا و انما لا یجوز نسخ الشیء قبل وقت الفعل لان ذلک یؤدی الی البدا، جایز نیست قبل الفعل چیزی نسخ بشه چون منجر به بدا میشه. یعنی اگر اینجوری بگویید که اول خدا یه تکلیفی آورد، بعد نمیتونست خدا این تکلیف تا چیه، بعد اومد عوضش کرد یه چیز دیگر، دوباره نمیدونست دوباره عوضش کرد، این بداه، این کفره. بدا درباره خدا محاله چون موجب جهل، نسبت جهل به خدا میشه. اما اگر اینجوری گفتید تکلیف یه چیزی بود، مردم وقتی اعتراض کردن مصلحت عوض شد، وقتی مصلحت عوض شد تکلیف هم عوض شد. اگه این بگویید این که دیگه بدا نیست، این فقط معنیش اینه ها، پایان و غایت یک حکم. این حکم تا موقعی که مصلحتش باشه، وقتی سوال کردید مصلحت دیگه عوض شد، پس این حکم هم دیگه عوض شد، این که دیگه اشکال نداره. یه وقت سوال سوالیه که آدم میخواد چیزی یاد بگیره، یه وقت سوال سوال تعنته، یعنی سوال یه نوع توهینه، یه نوع سوال بیادبیه. سوال همش سوال است، اما سوال داریم و سوال داریم. یه وقت سوال میکنه میخواد یاد بگیره، خیلی هم خوبه. یه وقت سوال میکنه میخواد مسخره کنه، یه وقت سوال میکنه میخواد طرف رو گیر بندازه، یه وقت سوال میکنه میخواد طرف رو خارج کنه از مطلب. این هست، این سوال بنی اسرائیل اینجوریه. این هست ها خب این بسته ای داره کشه. اگر که شما فرمودید که احکام خدا تابع مصالح و مفاسد است، اونم مصالح و مفاسد در متعلقات، نه مصالح و مفاسد تو احکام. اگر این رو بگویید که مشهور اینه، میگن احکام تابع مصالح و مفاسد، مصالح و مفاسد هم تو متعلق. اگر این باشه چرا خدا هم باید مجمع تشخیص مصلحت خدا هم باید داشته باشه؟ خودم باید نگاه کنه ببینه چی مصلحته طبق اون حکم کنه. بله اونم اینا ها، هیچ وقت حکم عوض نمی شود اما موضوع حکم عوض میشه. چرا موضوع عوض میشه؟ به خاطر اون مصلحه و مفاسد. مثلا پیغمبر صلی الله علیه و آله می فرماد که مجسمه سازی حرامه، اما این مجسمه سازی رو توی عربستانی میگوید که اونجا بت میپرستند. اما حالا اینجا یه کسی داره مجسمه درست مونه به عنوان عروسک بر بچهش،
اینجا اینم مجسمه است، اما میگیم که موضوع عوض شده. چرا موضوع عوض شده؟ به خاطر مساله و مفاسد حکم هم عوض میشه. به عبارت دیگه حکم هیچ وقت عوضی نمیشه، اونی که عوض میشه موضوع حکمه. تو اون موضوع بود، اون الی یوم القیامه همون حکم داره، اما اگر که موضوع عوض شد، خب اون موضوع موضوع دیگر، موضوع دیگر هم حکم دیگر میخواد. از خود حالا از خودش بپرسید. خیلی خوب بس دیگه دوش اینا بخونم تو تمش. به هر حال خداوند همه احکامش طبق بدای صحیحه، نه بدای فاسد. بدای فاسد اینی که یعنی نمیدانست، حالا فهمید. بدای صحیح اینی که نه، از اولم میدوند که این مسئله تا کیه و حکمش تا کیه. این که تو روایات هست که تو زیارت چند تا از امامان، امام جواد علیه السلام چند بار هست تو زیارت های امام جواد ها، که امام جواد بدا بر خدا حاصل شد، یا امام هفتم موسی بن جعفر علیه السلام بدا برش حاصل شد بر خدا، اصلا کاظمین، هر دو تا امامشون بر خدا بدا حاصل شد. این بر خدا بدا حاصل شد یعنی که خدا اول تکلیف رو یه جوری آورده بود که آدم خیال میکرد امام بعدی کس دیگه است، ولی خدا خودش میدانست که بعدن در شرایط دیگری جور دیگری بیان خواهد کرد که اشتباه پیش نیاد. اینجور بدا درسته، اونجور بدایی که منجر به جهل و نسبت جهل به خداست اونم کفره. این هم اینقدر این وهابی و اینقدر خدا میدونه چقدر کتاب نوشتن که شیعه ها کافرند به دلیل مسئله بدا. ما هم تو روایاتمون داریم که هیچ عبادتی بالاتر از اعتقاد به بدا نیست. فقط با یه فرق بگذارید بین بدایی که به معنی نسبت جهل به خداست و بدایی که به معنی نسبت وضوح امر، یعنی دستور خدا قبلا یه جور بود، ما یه چیزی ازش برداشت میکردیم، حالا معلوم شد برداشت ما از این دستور نادرست بوده. ما اول خیال میکردیم که همیشه هر امامی امام بعدی که پسر بزرگش، وقتی که اسماعیل از دنیا رفت فهمیدیم که نه، میشه امامی که بعد از یک امام پسر بزرگ نباشه. خیال میکردیم که مثلا بعد از امام دهم علیه السلام اون سید محمد اون امامه، چون پسر بزرگ امام هادی بود. وقتی که سید محمد از دنیا رفت فهمیدیم اشتباه میکردیم که خیال میکردیم پسر بزرگ همیشه امامه، امام عسکری سلام الله علیه امام شد. این معنی بدایه. خیلی خوب. و ذهب آخرون، عده دیگری از اصولیین گفتن که الا ان تکلیف واحد، یه تکلیف بوده برای بنی اسرائیل، و ان الاوصاف المتأخره هی للبقره المتقدمه، و زرد و سن فلان و فلان همش مال همون گاو اولیه است که این بزرگوارم میخواست. و انما تأخر البیان، فقط اینجا همون بحث تأخیر بیانه که گفتیم، حالا تأخیر بیان از وقت حاجت، تأخیر بیان از وقت عمل اینا. و هو مذهب المرتضی قدس الله روحه، اینم عقیده سید مرتضی است که تأخیر بیانه. تأخیر بیان از وقت خطاب مسلم اشکال نداره، تأخیر بیان هم از وقت عمل مسلم اشکال داره. و استدل سید مرتضی استدلال کرده به همین آیه بر جواز تأخیر بیان از وقت خطاب الی وقت الحاجته. وقت حاجت که میرسه خدا دیگه نباید تأخیر بیان بکنه، اما اشکال نداره که از اول اینجوری بگیدم. یه پدری به بچهش میگه که روز جمعه مهمون داریم،
فردا میاد میگه که روز جمعه 10 تا مهمون داریم، پس فردا میاد میگه که این 10 تا مهمونم که داریم مثلا فرض کنید فلان چیز میخورند فلان چیز نمیخورند. اینه که تأخیر بیان است از وقت خطاب نه از وقت حاجت، اشکالی هم نداره دیگه. نه اگر که حاجت رو به معنی عمل بگیرید که ایشون این کتاب میخواد این کار رو بکنه نه، اما من گفتم که یه خطاب داریم، یه حاجت داریم، یه عمل داریم. استدلال کرده بینایه بر جواز تأخیر بیان از وقت خطاب تا وقت حاجت، قال الى وقت جار مجرور متعلق به تأخیر ها. قال سید مرتضی فرموده انه تعالی خداوند لما کلفهم ذبح بقرتن، وقتی گفت که یک گاوی رو ذبح بکنید، قالوا لموسا گفتند ادعو لنا ربک یبین لنا ماهیه، بگو که خدا توضیح بده این چه گاویه. فلا یخلو قولهم، توهین نیست کلام این بنی اسرائیل، این ماهیه که گفتند، این ماهیه من ان یکون کنایتن ان البقر المتقدم ذکرها، یعنی همون گاوی رو که گفتی چه نوع گاویست، او ان التی امرو به حسانیان، یعنی که نه اون اولیه دیگه اصلا کار نداریم، حالا این تکلیف دوم رو داره میگه. و ظاهر من قوله ماهیه، ظاهر این یقتضی ان یکون السؤال عن صفت البقرت المأمور به ذبحها، اقتضا میکنه که سوال از صفت گاوی باشه که امر کردن به ذبحش. گاوه چجوری؟ لأنه لا علم لهم به تکلیف ذبح بقرت اخرى، چون این بنی اسرائیل علم به تکلیف دیگه که نداشتن، میگفتن همین تکلیف چجوریه، فیستفهمو انها، علم نداشتن تکلیف دیگه داریم که وقت بگم اون تکلیف دیگه چیه، همین تکلیف رو میگفتن چیست. و ازا صح ذلک، وقتی این درست شد که یعنی یک تکلیفه، فلیس یخلو، توهی نیست از این که انها بقرتون لا فارزون ولا بکر من ان تکون الها و فیه ها، یعنی انها، او انها تو این آیه کنایه از همون گاوه اوله، او ان غیره ها، میگه اون گاوه اول چه نوع گاویست. بلیس یجوز ان تکون کنایتا عن بقره ثانیه، نمیخواد بگه اولیه دیگه پس کار نداریم، تکلیف دوم چیه، اینو نمیگه. لان الظاهر، ظاهر که یقتضی ان تکون الکنایه و کنایه یعنی ضمیر، ظاهر اقتضا میکنه که ضمیر متعلق باشه به ما تضمنه سوالهم، این داره میگه همون گاوه چه حکمی داره. ولانه لو لم یکن الامر علی ذلک، اگه اینطوری نباشه که همش همون تکلیف اول رو داره میگه، اگه اینجوری نباشه لم یکن جوابا لهم، اصلا این آیه جواب به بنی اسرائیل نیست. و قول القائل، وقتی یک کسی میگوید فی جواب من سأله ما کذا و کذا، یک کسی به یکی میگه مثلا اون کتاب چجور بود، اون فرشه چجور بود، میگه انه به صفت فلانیه، وقتی میگه این مثلا فلان جوره، اون کتاب فلان است، صریح فی ان الها ها، یعنی انه صریح است در این که اون ضمیر انه کنایتون اما وقع سوالو ان، میگه همون کتاب رو که سوال کردی اینجوریه. هازا مع قولهم ان البقره تشابه علینا، که وقتی میگن ان البقر، البقر الف لام داره، الف لامش هم معنیش همون تکلیف، همون گاوه، عهد همون گاوه. فانهم لم یقولوا ذلك، این حرفو نگفتن الا وقد اعتقدوا، الا اینکه معتقد بودن که ان خطاب اولی مجمل غیر مبین، میگه اون گاوه معلوم نیست، توضیح همونو بده. بلو کان الامر على ما ذهب الیه القوم، اما اگر اینجوریه که نه اصلا یه تکلیف جدید باشه اونجور که آقایون میگوین، فلما لم یقل لهم و ایو تشابه علیکم، چرا حضرت موسی نگوه که تشابهی نداره که، و انما امرتم فی الابتدا بذبح بقره ای بقره کانت، حضرت موسی با یه اینجوری میگفتم
اول شما مأمور بودید که یه گاوی بکشی، هر گاوی میخواد باشه، نکشتید. حالا فعلا سن ملاکه، اصلا گاو و حرفام دیگه ملاکی نیست. و فسانی، حالا تکلیف دوم، به اون چی که مختصص به سن مخصوص، نکشتید، سنش هم دیگه نمیخوایم، رنگش هم میخوایم. نکشتید، کارش هم میخوایم، رنگش هم نمیخوایم. دومی، اختصاص داره به سن مخصوص. سومی، اختصاص داره به لون مخصوص. من ایل بقره کان. و اما قوله فذبحوها و ما کادوا یفعلون فالظاهر ان ذمهم، این که خدا داره میگه اینا نزدیک بود که اصلا تکلیف رو انجام ندن، خدا مذمتشون میکنه. این مذمت مصروفون الى تقصیرهم، یعنی اینا کوتاهی میکردند یا تأخیرهم امتثال الامر بعد البیان تام. بعد از اینکه خدا همون اول گفت یه گاو بکشی، اینو تأخیر میکردند و خدا داره مذمتشون میکند به اینکه چرا تأخیر کردید. و هو غیر مقتزن ذمهم علی ترک المبادرت فی الاول الی ذبح بقره. به این تأخیر و مذمت اقتضا نمیکند که خدا مذمتشون کرده باشه بر ترک مبادرت در اول، عجله در اول به ذبح بقره. اگر که تمام اینا یه تکلیف باشه، خدا داره مذمت میکنه که چرا همون اولی انجام ندادید. اما اگر که اولی انجام ندادن، خدا از این دست برداشت، تکلیف دوم آورد، اینا انجام ندادن، سومی رو انجام دادن، سومی رو آورد. اگه اینجوری باشه، وقتی یه تأخیر بیان از وقت حاجت نیست، مذمت بر تأخیرم نیست. فلا دلالت فی الآیه بر مذمت.